جایزه ترنر یکی از معتبرترین جوایز هنری بریتانیا است که در رشته هنرهای تجسمی اهدا می شود. جایزه ترنر از جهت انتخاب‌های جنجالی نیز شناخته شده است. 4 فینالیست امسال از این قانون خارج نیستند. کیارا فیلیپس که در کانادا متولد شده یکی از آنهاست. در آثار او از انواع کار با چاپ استفاده شده، از چاپ صفحه کامپیوتر و پارچه گرفته تا عکس و نقاشی‌های دیواری. استل لووات منتقد هنری درباره نامزدها میگوید این هنرمندان ناشناخته هستند و ما به طور معمول به کار آنها آشنا نیستیم. به همین دلیل این هیجان انگیز است. از لحاظ موادی که آنها استفاده میکنند، یکی از آنها بیشتر سنتگر است و عکس‌های او همانطور که هنگام ورود به یک گالری انتظار دارید روی دیوارند. اما دیگران عکس‌هایی که روی دیوار گذاشتند در حال حرکت هستند و فیلم پخش میکنند. این تفاوتی است که امسال میبینیم. دانکن کمپل، هنرمند اهل گلاسکو، برای ساخت فیلم‌های هنری خود از قطعه‌های آرشیو، عکس، مصاحبه، انیمیشن و غیره استفاده می‌کند. با ترکیب آنها و همراهی موسیقی، کمپل در آثار خود واقعیت جدیدی می‌بافد. جیمز ریچاردز، دیگر هنرمند بریتانیایی با ویدیویی به نام روزباد که خود او با یک دوربین کوچک در زیر آب فیلم برداری کرده، آثار خود را مجموعی از تصاویر احساسی توصیف می کند. تریس ونامیچل، هنرمند 32 ساله، با فوتوکوپی های رنگی و پخش اسلاید آثارهایی را با طول عمر کوتاه به نمایش گذاشته. برنده جایزه ترنر امسال در تاریخ 10 آذر معرفی خواهد شد.